معلم داد بزن، حقش رو فریاد بزن. عکسم نیرو خیزه رو شاغل بازنشسته برای آموزش پرورش ممنون. سخن من با همکارانی است که تشریف نیاوردند. چند سوال دارم. آیا معیشت شما برقراره؟ آیا شما با حقوقهای 5 میلیونی، 6 میلیونی، 7 میلیونی، 10 میلیونی میتونی معلم خوبی باشی؟ میتونی دغدغه مالی نداشته باشی و به حال و روز بچه مردم برسی؟ مسئولین محترم، مجلس محترم، معلم های شما به دلیل مشکلات مالی نمیتونن به حال آموزش این مملکت برسونن و قطعا در آینده عقب ماندگی به دنبال خواهد داشت. مملکت ما اگر به حال آموزش نرسید از اینی که هست بدتر خواهد شد. همکار محترم، حقوق شما پایینه، تو باید با حقوق معلمی بتونی زندگی کنی. اگر اینجا نیومدی، کرایه کشی میکنی، مغازه داری، کشاورزی میکنی، شغل دیگه داری، آزاد کار میکنی، تجارت کار میکنی، اونها رو حساب نکن. به این فکر باش در ازای کاری که میکنی حقوق تو کافی باشه. ما توقعمون صنفی و فقط دنبال 80% هیئت علمی دانشگاه هستیم. رتبه بندی ما کامل اجرا بشود ولا غیر. مجلس محترم و دولت محترم از گوششون در بیارن. ما رو بازیچه خودتون قرار ندید که اگر ما رو بخواید بازیچه قرار بدید آینده این مملکت بازیچه شما خواهد شد. آموزش این جامعه ای که فرهنگین ارزش و شیده نباید انتظار داشته باشه که دانش آموز نسل جدید به طرح درست سر بیتاز نه طرح آزادم پیش بود. وقتی من معلم میتارم آزاد انتقاد بکنم، نباید انتظار داشته اون دانش آموزم به طرح آزادم پیش بود. وقتی میتارم حق مبسونم، باید به التماس بخوام حق مبسونم، چه انتظاری به نسل آیده بداشته بود؟ یعنی طرح میرسنم و تربیت بکنم؟ بس ما هم یه نه بس ما اینه که چرا ما حقمونه باید به التماس بخیم؟ چرا حقمون رو میرن؟ باید ارتماس کنیم. باید ارتماس کنیم. ما فرهنگان سراسر کشور خاطر اجرای رتبه بندی و افسارسازی و خود بازنشسته ها تصمیم کردیم. Thank you.
خواسته ما یک کلام رتبه بندی و سلام. خواسته ما